دولت پاکستان در جلسه به ریاست عمران خان نخست وزیر این کشور از باز شدن مرزهای آبی این کشور برای تردد مسافرین خبر داد. علی زیدی وزیر دریانوردی پاکستان با نزدیک شدن به زیارت اربعین حسینی در کنفرانسی خبری اعلام کرد مرزهای آبی پاکستان برای تردد مسافرین باز شده و راه خدمات دریایی برای سفر زائران به ایران و عراق در دستور کار قرار گرفته است. همچنین قرار است به زودی پایانه مرزی و گمرکی به منظور تسهیل سفرهای دریایی در بنادر قاسم در کراچی و گوادر در شهر گوادر پاکستان احداث گردد. راه خط مسافری دریایی بین ایران و پاکستان در یک دهه گذشته نیز همواره در نشست های عالی رتبه مقامات دو کشور مورد بحث و بررسی بوده و توافقاتی در این زمینه نیز صورت گرفته که تاکنون عملی نشده است. گفتنی در سالهای گذشته موج گسترده حملات تروریستی از قبیل انفجارهای انتحاری و یورش شبه نظامیان در مسیر حرکت کاروانهای زیارتی شیعیان پاکستان در مسیرهای زمینی به طرف پایانه مرزی مشترک با ایران همواره از مشکلات اصلی زایران پاکستانی بوده است. در صورت راه اندازی خدمات دریایی ممکن است شهروندان پاکستانی از مسیر گوادر چابهار که از امنیت لازم برخوردار است به ایران سفر کنند. سالانه صدها هزار شهروند پاکستانی برای زیارت اماکن زیارتی ایران و عتبات عالیات در عراق از مسیر زمینی ایالت بلوچستان به این دو کشور سفر می کنند. این سفرها در آشورا و اربعین حسینی به اوج خود می رسد و این اولین بار در سالهای گذشته است که احتمالا از طریق دریا صورت می گیرد.